پستچی اومد، پستچی اومد. وقتشه که رسیدگی بکنیم به نقنقا و بهبه های ملت که برای کوک فرستادن و البته سوالاشون که سمن و لیلا دوتا سوال خیلی اساسی کردن. گفتن که شما اصلا چرا توی برنامهتون به موسیقی اصیل نمیپردازین؟ خب بدونش هم میپردازین، برنامه هفته دیگه نیاکنی متوجه میشین، حتی امیدواریم اتفاقش بیفته. مهدی و همینطور پگاه، اینا برنامه کنسرت دبی ما رو دیدن که توش یه سری دستماله بی بی سی ما درست کرده بودیم بین مردم پخش کرده بودیم. گفته این دستمال بی بی سی چه فلسفه‌ای داره؟ مهدی پرسیده. فلسفه‌اش اینه که شما تیم باش بندری برقصی اینجوری. و پگاه هم میگه که اون دستمالا یه دونه میخواد. یه دونه از این دستمالا برات میذاریم کنار، ایشالا کنسرت بعدی رو کره مریخ حتما یادمون نمیره. حالا علامتی که برای برنامه درست شده، یکیش هست که چند هفته ای عقب افتاده بود که پریا و تارا درست کردن. با کوک یه گیتار درست کردن شده کوک. که اینجا داریم میبینی؟ هنرنمایی ادامه داره. یکی از آقایان بیننده ما محمد طیبی که پدر شده تازگی، مبارکش باشه، باز برنامه ما علامت درست کرده و سه تا درست کرده. سه مرحله مختلف موسیقی هستش. یکی مزرابه که الان نشونتون میدم که مزراب کوکه. یکی دیگه گیتار کوکه و یکی دیگه هم نوت کوکه. و یکی از هنرمنده برنامه مون نازیلا کشاورز در ابوظبی که کارش نقاشیه، بعد از اینکه مصاحبه اصلان حافظی خبرنگارمون با محسن نامجو رو تو برنامه دیده بوده، این نقاشی رو کشیده از محسن نامجو، اسمش بشه گیس. و حالا بریم لای ابرای آسمون لندن که همرنگ موهای محسن نامجو هم هست. از ابرا بریم پایین، بریم جایی که نصف النهار مبدع ازش میگذره، از گرینیچ، گنبد هزاره، جایی که کنسرت ایرانی بود.